still have to learn that shit. Inshallah. میتونم الان براتون سرچ کنم آخر سر رو سرچش کنم نه جدید خب آره قدیمی نوایی نوایی به هر حال آره این عدالت یه ذره مبحث سختیه و معروف یه چیزی رو بهتون بگم تو شرکت گوگل اینا یه سری چیز دارن از این روی اینترنت شما میتونید مثلا گروه های مختلف داشته باشید یه بنده خدایی اومد تو یه گروهی این که میگم یه نظری نوشته بود حالا نظرش هم اینو بگم شاید خیلی هم بعدشون بیاد ولی اشکال نده نظرش هم این بود میگفتش که کاری که ما انجام میدیم در مثلا حالا نسبت به اون شرکت یا اون دیویژنی که خودش داشت کار میکرد میگفت این کار انقدر طاقت فرساست زیاد برای خانوما راحت نیست این کار حرفی هم که زده بود این بود و اینو که داره میگه یه جورایی حالا تا موقعی که شما تو خود این کار نباشید شاید مثلا متوجهش نشید ولی بعضی موقع ها شما تو این شرکت های های تک مثلا ممکنه نزدیک مثلا 17-18 ساعت شما باید مثلا تو آفیس باشید بعضی موقع ها خب ببینید برای مرد و زن دوتا جنس مختلف هن دوتا فیزیولوژی مختلف هن دوتا اصلا روح و روانشون یه جورایی فرق داره و این میگفتش که ما توی یه environment یا یه دونه یه محیطی هستیم که این محیط خیلی محیط
همش با همدیگه خیلی در حال رقابت هم. و این میتونه بعضی موقع ها طاقت فرسا باشه برای خانوما، چون تو این رقابت دو تا اتفاق میفته. یکی این که باید خیلی مثلا یه سری چیزها رو نادیده بگیری که شاید مرد بتونه راحت تر نادیده بگیره تا مثلا یه زن. میگم باز یه نظر، این بیچاره فایرش از اینجا. دلیلش هم این بود که اومدن و گفتن که آره این اومده بود، این ایکوالیتی بین خانم و آقا رو این اومده زیر پا گذاشته و این چیز. من حال نمیخوام وارد اون بحث بشم. از جایی که این طرف داشت صحبت میکرد، من خودم شاید اینو تجربه کرده باشم. یه موقع هست مثلا ما مثلا کاری داشتیم، چیزی بود، مجبور بودیم شاید 24 ساعت بیدار بمونیم. خب برای خب بچه یه چیزی بهتون میگم خیلی راحت، بچه دارن بعضیا، بچه مادرشو میخواد، نمیتونه که این طرف مثلا ما بگیم نه باید تو هم با ما وایسی به خاطر اینکه چیز باشه. حتی مثلا اون همکاری که ما داشتیم، شوهرش بچه رو می آورد، این شیر میداد بچه رو، دوباره بچه رو می برد و اینو. بعد آخر سر خودمون گفتیم خب واسه سخته، ما یعنی خودمون احساس گناه میکردیم. این چیزا تفاوت بین هیچ چیز بدی نیست آدم اگنالج بکنه، آدم اینو بدونه و نسبت بهش چیز کنه. یه سری تفاوت ها هست که به خاطر همین این صحبت کردن که عدالت و تساوی دو چیز مختلفه. آره شاید این درست نباشه که ما مثلا یه موقع بیایم بگیم که شاید، میگم باز میگم نظر شخصی، میگم موقع چیز نکنید و مثلا آقا زن نسبت مثلا دو تا زن باید شهادت بدن تا یه دونه مرد. آره من ممکنه با این مسئله خیلی مشکل داشته باشم خودم. اینو من میذارم جای اون عدالت و تساوی. ولی یه موقع هست نه، یه زن یه سری مسئولیت‌های دیگه داره که اصلا مرد بر نمیاد. همونطور هم که مرد یه سری مسئولیت‌ها داره که ممکنه از یه خانوم بر نمیاد. خیلی راحت. ببخش. من خیلی حساسیت نسبت به این مسئله تساوی مرد و زن ندارم. ولی من فکر می‌کنم در اینجا مولانا شعری که ما قبلاً هم خوندیم یه خود راجع به قضاوت کردن ظاهری، یعنی اینکه سریع قضاوت نادرست که بعدش هم خودش آدم صدمش رو میخوره. در مورد این مسئله که شما میگین، ما نمیتونیم عمومیت بدیم که همه زن ها اون قدرت رو ندارن. اون زنی که تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بده، میتونه ممکنه که به خاطر شغلش حتی از بچه دار شدن و ازدواج، پس نمیتونیم لغت مرد و زن رو بذاریم. من عقیده میشم بازم میگم شما به این نکته خودتون همین الان اشاره کردیم، گفتیم به خاطر شغلش میتونه از این چیزها صرف نظر بکنه. ببینید از این چیزها صرف نظر کردن، باز خودم همون یه جورایی ما داریم با یه سری اینستینکت ها یا یه سری چیزهایی که درون آدمه باز مقابله میکنه. یه مثال دیگه بهتون بزنم، مثال غربی بزنم راحت تره. این شاید تونی رابینز رو من اینجا خیلی قبلا هم چیز کردم. یه سمینار داره به نام دیت وید دستینی. یکی از کارهایی که اونجا میکنه صحبت ماسکولینیتی و فمینینیتی رو میکنه، که آدم ماسکولین چه نوع آدمیه و آدم فمینین چه نوع آدمیه و چه جوریه که اینها هم مردها میتونن ماسکولین و فمینین باشن هم زنها، جفتشون اینو دارن تو خودشون. ولی یکی از حرفایی که میزنه میگه تو یه دونه ازدواج، تو یه دونه رابطه، یه رابطه زناشویی، این دوتا رول باید کاملا تعریف شده باشه. شما نمیتونید اینا رو با هم یه قاطی کنید. چجوری اینو ثابت میکنه؟ میاد یه آدینس 2000 نفری هم نشستن جلوش، میاد میگه که آه من 5 تا 6 تا مرد به من والتشون رو بدن. مردم دست میکنن جیبشون و والتاشون رو میدن و دستای اینم خیلی دستای بزرگی داره خودش، 6 تا والت رو اینجوری میگیره دستش، میگه من الان 6 تا مرد و تمام زندگیشون توی دست منه. بعد این از این والت ها رو هم وام میکنه، میگه مثلا ببین تو این چی داره طرف، دو تا کردیت کارت داره، مثلا آیدی داره، کش داره، فلان از این چیزا. و
حالا ممکنه مثلا اینکه یه قرص هم توش داشته باشه یا فلان، میگه ببین این زندگی یه مرده کلشه. پشت این یه کار دیگه میکنه، میاد میگه که حالا 6 تا خانوم کیفشون رو به من بدن. تا اینو میگه یهو کل الان یا خودتون هم شروع میکنه خندیدن، کل جمعیت میگه میگه چه دلایلی که شما این کارو میکنید، چون میدونید چقدر کیف خانوما براشون مهمه. کیفا رو همه رو میگیره، دو تا دستاش رو کیفا رو میذاره تو این دستاش، خب چیز بزرگیه. بعد حالا میگه یه کاری میکنم، میخوام یه دونه این کیفا رو باز کنم بریزم بیرون. اونم دیگه باز همه هوی همهمه میشه و فلان، شروع میکنه ریختن بیرون. توی کیف برس هست، کرم هست، مثلا تلفن هست، چک بوک هست، والد هست، نمیدونم ماتیک هست، نمیدونم چی هست، فلان هست، ممکنه یه کیف دیگه تو اون کیفه باشه، تو اونم دوباره چیز. همه اینا رو که میریزه میگه بابا اینم یه زندگی یه زنه. حرفی که داره میزنه که چی میگه که این درسته یا این غلطه، میگه بفهمین که فرق داریم با هم. اینو ما درج بکنیم زندگی خیلی راحت تره. اصلا صحبت راست هم گیر، قضاوت نیست، فهمیدنه. فهمیدن این که دو تا رول مختلفه، دو تا جنسیت مختلفه، با دو تا قابلیت های کاملا متفاوت. من خودم معتقدم خانوم ها آدم های ملتی تسکری، میتونن 3-4 تا کار رو با هم انجام بدن. آقایون امکان نداره این کار رو بکنن، من اینو قول میدم. دومیش خراب شد، دومیش درجا خراب میشه، ولی یه خانوم بچه رو میتونه چیز بکنه، تلفن هم حرف بزنه، غذا هم بپزه، تازه حواسش به یکی دیگه هم. یعنی این کار خانوم ها میتونن، این جنسیته. یه دونه مرد بعد یه کسی برام کار میکرد، گفت من آره من مولتی تاسکرم، بهش گفتم برو برو اصلا یعنی چیش کردم، خب نه آقا درو میگی نیست، نمیشه. چون ماها یعنی واقعا 1 و 2 به 3 اگه بخواد، حتی اگه شما دو تا کار رو بتونید. این حرف شما من یاد این دازه که یک بار اومدن به حاج مولا هادی سبزواری، گفتن آقا یه چیزی هست به اسم دوربین عکاسی، شما عکس میگیری این چیز میاد مثلا عکس تو بعد نه چیز میکنن ببرن توی لب و اینا، عکس تو میان بهت نشون میدن. بعد میگه نه همچی چیزی امکان نداره وجود داشته باشه، چون با این فلسفه ما این مطابقت نداره. ما اعتقاد داریم که عروض رو نمیشه ثبت کرد، برای همین نمیشه این همچی چیزی منطبق با من نمیتونه وجود داشته باشه. پس من یا آقا هست نه نمیتونه وجود داشته باشه. اینجوری بگم تو تجربه اگه ما پیدا کردیم بود چی؟ راست میگی تو تجربه من این امکان نداشته. اینجوری بگم تو تجربه من، اون مردی که من حداقل باهاش کار کردم، کار پروفشنال کردم و اومده گفته من ملتی تسکرم، همیشه یه جای کار میلنگیده. یعنی من بچه همیشه کردم. آره ولی مثلا من دیدگاهم اینه که مثلا ما حتما باید مثلا سیورایز بکنیم که کسی مثلا نمیتونه یه تیک آهن رو مثلا برداره. چون مثلا یه مثالی که میزنن اینه، یا مثلا خانم‌ها نمیتونن مثلا ساختمون بسازن فلان. البته اینجا نمون در ما کجا به کجا داریم میرسیم. حالا ببخشید در این نسبت دو تئوری و اینا. ما همیشه نظر علمی هم این درصدی که بیشتره ما اینو قبول، هیچ وقت ممکنه 100% نباشه. درست. ولی اگه 70% هم باشه ما اونو بیشتر قبول کنیم. پس نه، ولی حالا اول که نظر شخصی بود، چجوری به اینجا رسیدیم این بود که میخواستم بگم که ما بفهمیم، ما بشناسیم قابلیت هامون، قابلیت هامون رو بدون. ببینید یه چیزی هم بهتون بگم، اینم باز میشه مثل ملا هادی سبزواری، ولی این حرف من هم یه بلانکت استیتمنته. ما ماشاءالله ایرانی ها همیشه قابلیت هامون که همیشه ماشاءالله خیلی زیاده، هنر نزد ایرانیان است و بس، اصلا کسی دیگه نمیتونه هیچی جلوی ما بسته. به هر حال خب حالا بریم جلو. من یه چیزی اضافه کنم، بله. من 60 سال تجربه دارم راجع به این مالتایی. آها. من همسارم داره با تلفن حرف میزنه، من میگم قد نکن، متوجه نمیشه. یا مثلا یه جوابی که من حتی شما میگیم پیش تا کارو با هم میکنم، بعد تعجب میکنم چطور آخه دستمو ندی صدامو نشنی. آقا نمیفهم آقا مرد قابلیتش ببخشید. حالا بریم جلو. ببخشید ملاحظه سبزواری
ای ایاز اکنون بیا و داد ده داد نادر در جهان بنیاد نه. مجرمانت مستحق کشتنند و از طمع بر عفو و حلمت میتنند. شاه داره اینو میگه، میگه اگه اینا رو کشتنشون هم حکم بدی اینا مستحق بشن و اینا فقط ولی طمع دارن. طمع یعنی اون زیاده خواهی خودشونه که امیدشون اینجا طمع یه جوره امیدم میشه، ولی طمع دارن میکنن که تو ببخششون اینا. تا که رحمت غالب آید یا غضب، آب کوثر غالب آید یا لهب. تا اینکه اینا همشون الان موندن که رحمت تو میاد یا غضبت، آیا آب کوثر به اینا عطا میکنی یا اینکه زبانه های آتیش. از پی مردم ربایی هر دو هست، شاخ حلم و خشم از عهد الست. مردم ربایی اینجا یعنی جذب کردن آدم ها. میگه تمام این شاخ حلم یعنی خشم، صبر خداوند و خشم خداوند همش اگه بوده و به وجود اومده به خاطر اینه که بتونه مردم ربایی کنه، آدم ها رو به خودش جذب بکنه. یه جور دیگه بهتون بگم که آدم ها رو کمک بکنه برگردن به اون چیزی که ازش جدا شدن. بهر این لفظ الست مستبین، نفی و اثبات هست در لفظی قریب. میگه به خاطر همینه که وقتی که لغت الست رو نگاه میکنی خیلی واضحه که تو این هم یه نفی هست و هم یه اثبات. لیسر میشه نیست یا نیستی یا نبودن. الست ذات ابدی بودنه. لیسر ریشه لغتیش از السته، به خاطر همین این حرف رو میزنه. میگه تو این لغت دو تا زد با هم دیگه قاطی شده. خب زان که استفهام اثباتیست این، لیک در وی لفظ لیسه شد دفعه. حالا به خاطر این هم هست که الست یه چیزیه که ما میخوایم بفهمیم و همش هم دنبال این هستیم که برای خودمون اینو ثابت کنیم و همین جور هم چون قرار ثابت بشه لغت لیسه هم یا نبودش هم در همین لغت گنجونده شد. ترک تا ماند این تقریر خام، کاسه خاصان منه بر خانه. حالا این ترک کن که داره میگه، فهم کنیم چیو داره میگه ترک کن. مصرع دومش اول ترجمه میگه کاسه خاصان منه بر خانه آن. بلانکت دادن. میدونستم میرید سراغ این کاسه خاصان منه بر خانه عام، یعنی اون چیزیو که عام از لیسه میان همیشه. لیسه یعنی این که همیشه همه چیو باید براشون ثابت بشه. خاصان کسایی هن که به الست باور دارن. میگه این اینو که اینایی که باور دارن رو نمیتونی با اونایی که باور ندارن قاطیشون بکنی، با هم دیگه بگید اینا یه چیزی رو فهمیدن. دوتا فهم مختلف دارن. قهر و لطفی چون سبا و چون وبا. چیه این دوتا دسته؟ اینا قهر و لطف رو میفهمن. یه سریشون اینو مثل سبا یا باد سبا میبیننش و یه سریشون هم مثل باد وبا آور میبیننش. آن یکی آهن ربا و این کهربا. اینجا کهربان کاهرباست در حقیقت. یکی آهن رو به خودش داره جذب میکنه، دوتا باور. یکیشون آهن رو به خودش داره جذب میکنه، یکی دیگه کاه. میکشد حق راستان را تا رشد. رشد یعنی راه راستی رو رفتن. قسم باطل باطلان را میکشد. باز میخوام یکی این جریان رو باید همه رو با هم دیگه حواسمون بهش باشه. این از حلم خداوند شروع کرده
که خداوند صبرش زیاده. چون خدا صبرش زیاده به ما این قابلیت رو میده که چیزهای مختلف رو تجربه کنیم. چیزهای مختلف رو که ما تجربه میکنیم باورهامون از همدیگه جدا میشه. یه سری چیزهای مختلف رو تجربه میکنن و نزدیکتر میشن، یه سری چیزهای مختلف رو تجربه میکنن و دورتر میشن. همه اینها برمیگرده به این که اونی که نزدیکتر شده عین آهنربا همینطور هی اگه تو راه درست بیفته همینجوری هی میکشه. همونجوری هم که اون کسی که دور میشم همونطوری خواهد رفت. میکشد حق راستان را تا رشد، قسم باطل باطلان را میکشد. معده حلوایی بود حلوا کشد، معده صفرایی بود سرکا کشد. میگه معدت همیشه دنبال شیرینی و حلوا و چیز خوب باشه، دنبال اون میره. اینجا شیرینی و حلوا نسبت به خوبیش داره نگاه میکنه. معدت هم صفرایی باشه همیشه ترش بکنی، میره دنبال چیزایی که ترشیه و خوب زیاد همچه مزی خوبی هم نداره. فرش سوزان سردی از جالس برد. اینجا فرش سوزان یعنی بستر گرم، یه جایی که گرم باشه. میگه وقتی که جای گرم میشینی سردی از جالس برد، سردی از اون کسی که اونجا جلوس میکنه میشینه میبره. فرش افسرده حرارت را خورد. اینجا صحبت فرش نیست، صحبت اون جاییه که ما خودمون رو میبریم و خودمون رو اکسپوز میکنیم به اون چیزی که در اونجا به ما گفته میشه. یه جور دیگه بهتون بگم، یه موقع هست یه مجلسیه، شما میدونید این مجلس شما میرید به حالا به روح و روان شما هیچ جوری اضافه نمیشه، انتخاب خودتونه. اگه آدمی اگه دوست داشته باشید که هر جا میرید نسبت به روح و روان خودتون بالاتر برید، اون مجلس مجلس شما نیست. یه موقع هم هست نه، یه مجلسیه که فکر میکنید که اضافه میکنه به روح و روان و به ارتقای شما و به خاطر همون به اون مجلس چیستم بیشتر راغب. دوست بینی از تو رحمت میجهد، خصم بینی از تو ستوت میجهد. ستوت یعنی قهر و غلبه و چیز بد. اینجا میگه همون جوری که اونجایی که جلوس میکنی و گرما میگیری اونجاست که دوستم قادر دیدنش هستی، و وقتی دوستو میبینی رحمت دوست به تو سرایت میکنه. چرا میگن دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد؟ چون دل آدم با همدیگه وصله. ای عیاز این کار را زودتر گذار، زان که نوعی انتقام است انتظار. میگه ای عیاز بالاخره به این کار زودتر برس، به خاطر اینکه انتظار این که میخواد تکلیف ما چی بشم اینه یه انتقامه. همچون آدم ها رو میذارن توی دث رو یه مدتی، یه 7-8 سالی، اینم خودش اینن هم. خب تعجیل فرمودن پادشاه عیاز را که یالا گفت ای شه جمله فرمان تو راست، با وجود آفتاب اختر فناست. باز عیاز چی میگه؟ میگه همه چی از خودت میاد. وقتی که آفتاب باشه دیگه ستاره نمیمونه. زهره که بد یا عطارد یا شهاب، کوبرون آید به پیش آفتاب. وقتی که آفتاب باشه دیگه زهره و عطارد و این چیزا که خودش نشون یعنی خودی ندارن نشون بدن. گرز دلق و پوستین بگذشتمی، کین چنین تخم ملامت کشتمی. حالا باز خودشو داره چی میگه؟ من اگه از اینا، میگه من کارم اینه که من هی دارم میرم اونجا، هی میگم من یادم باشه از کجا اومدم، من چجور میتونم اینجا بیام حالا یکی دیگر رو ملامت کنم، شاید اینجا اشتباه من بوده. حرف خیلی گندهی داره میزنه وقتی ما داریم میگیم قضاوت نکنیم. اینه میگه نکنه من یه کاری کرده باشم که من اینو تو وجود آورده باشم تو وجود اونا. با این که الان جای قصاص داره، میتونه قصاص بکنه، میتونه حکم بده، ولی داره چیکار میکنه؟ میگه
من یه موقع نکنه این کار کرده باشم، من یه موقع باعثش نشده باشم. قفل کردم بر در حجره چه بود؟ در میان صد خیالی حسود. میگه من چرا وسط یه سری آدم های خیالی حسود اومدم این حجره رو قفل کردم؟ چرا؟ که فکر بد تو اینا به وجود بیارم. دست در کرده درون آب جو، هر یکی زیشان کلوخ خشک جو. میگه اینایی که بدگمانن همشون هم اومدن و توی یه دونه آب جو دستشون کردن دنبال سنگی میگردن که خشکه. سنگ خشک پیدا نمیشه. پس کلوخ خشک در جو کی بود؟ ماهی با آسی ماهی با آب آسی کی شود؟ میگه آخر این امکان نداره توی جوکت کلوخ خشک به وجود داشته باشی. هیچ وقت هم ماهی نمیاد که با آب جنگ و دعوا بکنه. که بر من مسکین جفا دارند زن، که وفا را شرم می آید ز من. میگه اینا اومدن زن و تردیدشون رو همش به من دارن این وسط میکنن. من چی کار کردم؟ همش داره باز خودش رو انتقاد میکنه. گر نبودی زحمت نامحرمی، چند حرفی از وفا وا گفتم. حالا تا اینجا میاد میگه این حرف حرف خود مولاناست. میگه اگه من اینجا نامحرمان دور و برم نبودند، یه چند حرفی از وفا میگفتم. یادتون باشه و یادتون هست که ما صحبت کردیم که یکی از صفات یه آدم عاشق وفاست، درسته؟ یعنی اینجا الان عیازم این داره یک بنده عاشق میبینه تیش. بنده عاشقم چون از خودش هیچ وجودی نداره، میگه هرچه باشه مال خودته. یعنی هنوز که هنوز حکم نداده. چون جهانی شبهت و اشکال جوست، حرف میرانیم ما بیرون پوست. میگه به خاطر اینه که ما داریم حرفامون رو توی رمز و راز میزنیم، چون این دنیایی که ما توش هستیم همش شک داره و اشکال جوه. از هر چیزی ما میخوایم یه چیزی در بیاریم. گر تو خود را بشکنی مغزی شد. میگه تنها راهی که میتونی تو خودتو بشناسی باید خودتو بشکنی. خودتو که بشکنی به مغز وجودت میرسی، داستان مغز نقضی بشنوی. اون موقع است که چون جنست از مغزه، مغز بهتر از خودتو میتونی شروع کنی شناختن. جوز را در پوست ها آواز هاست، مغز و روغن را خداوازی کجاست؟ جوزن گردو. میگه تا موقعی که این گردو تو پوستشه به هم دیگه که میخورن شلق شلق صدا میدن. جوز را در پوستا آواز هاست، تا موقعی که تو پوسته. ولی وقتی که از پوست در میاد چی میشه؟ مغزش میاد بیرون و از این مغزش روغن میگیرن. میگه چجور میتونی از اینا صدا در بیاری؟ اینا صدا در نمیاد دیگه ازشون. حالا دلیلش چیه؟ این حرفو میزنه. دارد آوازی نه اندر خورده گوش. اونا حرفشون رو دیگه گوش ما، گوش حسی دیگه نمیتونه بشنوه. هست آوازش نهان در گوش نوش. گوش نوش هم یعنی گوش جاوید، گوش دل. یه نکته اینجا من بگم. یه فلسفر چینی هست به نام داو د چینگ. بعضیاتون نمیدونم شنیدی یا نه. یه کتابی داره که 100 تا توش آیه داره، 100 تا ورس داره توی. وین دایر یه کتابی داره که راجع به داو چیز کرده. این 100 تا آیه رو شروع کرده و همه رو تفسیر کرده. اولین آیه این آقای دب، یعنی این آقا آدم بسیار فرهیخته‌ای هم بوده، راجعش برید بخونید، حرفاش